نام خداوند بزرگ به ادامه درس گذاشتیم و که ما شما ویژگی فلوت را خواندیم که به خاطر کنار هم قرار دادن چندین عنصر استفاده میشه، یعنی سر و طرف راست و چپ صفحه تنظیم بندی میکنم. حال امروز ما ویژگی دیگه را میخوانیم که این هم از جمله عناصر اساسی خود لسان سیستس حساب میشه که به خاطر تعیین موقعیت یا استقرار عناصر در یک موقعیت خاص در یک جای خاص ما از این ویژگی یا پراپرتی استفاده میکنیم. خب قسمی که در تصویر مشاهده میکنین پوزیشن های اساسی که ما شما در زمان عموماً انواع و اقسام پوزیشن ها را که ما در صفحات وب استفاده میکنیم به خاطر تعیین موقعیت عناصر، از جمله استاتیک پوزیشن هست، ریلاتیو پوزیشن، ابسولوت پوزیشن و فیکس پوزیشن می باشن. خود ویژگی پوزیشن با امی به شکل کیورد خود پوزیشن تعریف شده، یعنی نام از این سلکتور خودش پوزیشن هست و قیمت هایی که این به خود اخذ میکنه یا میگیره استاتیک هست، ریلاتیو هست، ابسولوت و فیکس. خب بدون شرح اگر به تصاویر خوب دقت بکنیم بهتر مفهوم پوزیشن ها را درک میکنیم. استاتیک پوزیشن موقعیت کدام موقعیت عناصر را میگن. زمانی که ما به یک عنصر هیچ موقعیت تعیین نمیکنیم، حالت پیش فرض که هر عنصر به شکل پیش فرض یک موقعیت خاص خود را در صفحه داره، اونمو حالت را به نام استاتیک پوزیشن یاد میکنم. و تر مثال اگر ما در صفحه پاراگراف اضافه میکنیم یا یک جدول جور میکنیم، ما خو موقعیت تعیین نمیکنیم ولی خودش به شکل پیش فرض در موقعیت اصلی خود در موقعیتی که تعیین شده است قرار میگیره. این همه قسم موقعیت عناصر را به شکل پیش فرض که هر عنصر در هر جایی که موقعیت داره اونمو را به نام استاتیک پوزیشن یاد میکنن. ریلیتیو پوزیشن عبارت از پوزیشن یا موقعیت هست که عناصر از محل قرارگیری جای اصلی خود موقعیت خود را تعیین میکنن. که در ریلیتیو پوزیشن ما میتونیم که از چهار اطراف، یعنی از طرف پایان، از طرف چپ، از طرف بالا و از طرف راست برای یک عنصر موقعیت تعیین بکنیم که چقدر فاصله بگیره از کدام ساحه. به طور مثال قسمی که در این تصویر مشاهده میکنین در ریلیتیو پوزیشن برای فقط از قسمت بالا با استفاده از اتریبیوت تاپ یک فاصله را تعیین کرده که اینقدر ای به طرف پایان قرار بگیره، بنان ای از این موقعیت اصلی خود در جایی که قرار داره از اونجا فاصله خود تعیین کرده و به طرف پایان کم انتقال کرده. همچون موقعیت بندی را که یک عنصر از محل قرارگیری اصلی خود از جایی که قرار داره موقعیت خود را تعیین بکنه به نام ریلیتیو پوزیشن یاد میگیرن. ابسولوت پوزیشن پوزیشنی هست که موقعیت خود را نظر به، اگر ما امید یک صفحه براوزر فرض بکنیم، نظر به ایج یا چهار اطراف صفحه براوزر تعیین میکنه، یا خود فاصله خود را از تگ بادی تعیین میکنه از چهار اطراف نظر به تگ بادی. ولی به شرط که قبل از ابسولوت پوزیشن مثلا عنصر دیگه اگر نداشته باشیم، اگر عنصر دیگه داشته باشیم که او هم دارای پوزیشن باشه، مثلا پوزیشن از او ریلیتیو تعریف شده باشه، در او حالت باز این ابسولوت پوزیشن موقعیت خود را نظر به عنصر والد خود، نظر به عنصری که از یک بالاتر قرار دارد، نظر به او تعیین میکنه. فیکس پوزیشن چینه و یک پوزیشن هست. خب در قسمت ابسولوت پوزیشن یک گپ را یادآوری بکنم که ابسولوت پوزیشن یعنی مطلقاً زمانی که موقعیت یک عنصر را ابسولوت تعیین میکنیم، یعنی میگیم مطلقاً در نمی موقعیت قرار بگیر، حتی اگر حالت نرمال یک محتوای اون صفحه بر هم میخوره مگر باز هم در این موقعیت قرار بگیریم. مثل که در تصویر مشاهده میکنیم که دو تصویر روی هم قرار گرفته، چون ابسولوت هست، ابسولوتلی اونم قسمت موقعیت خود تعیین کرده. فیکس پوزیشن پوزیشن هست که یک عنصر با خود صفحه وبسایت در حالت به حساب در حالت چسبیده قرار میگیره که حتی با حرکت اسکرول بار هم حرکت نمیکنه.
همچون پوزیشن رقم و عنصر تعیین میکنیم، همیشه عنصر در نام یک موقعیت قرار داره که عموما مورد استفاده ازی به خاطر قرارگیری یک لوگو یا ساینی که همیشه میخوایم در یک حالت باشه، حتی باز بار هم حرکت نکنه، در اون حالت ما موقعیت همچون عناصر را فکس میگیریم. خب حالا بهتر است که کار بکنیم، صفحه نوتپد را باز میکنیم. در صفحه نوتپد فعلا کدام محتوایی وجود نداره، خودمون محتوا ایجاد میکنیم، فقط بخش هید هست که تگ استایل این قسمت باز هست. به این شکل و بخش بادی هست که فعلا در بخش بادی ما فقط یک پاراگراف داریم. حالت دیفالت که یک عنصر هید برش تعیین موقعیت نشده باشه، امی حالت برام استاتیک یاد میکنم که حال صفحه مورد نظر ما که به نام فلوت هست، ببخشید صفحه به نام پوزیشن ایجاد کردیم، امی صفحه را یک بار باز میکنیم. خب position.html صفحه باز شد. اینی حالت نرماله که هر عنصر موقعیت خاص خود را داره، به نام استاتیک پوزیشن یاد میکنه. مگر مورد استفاده از این پوزیشن چی هست؟ و تار مثال اگر ما میرم بازم در قسمت برای پاراگراف پوزیشنش استاتیک میگیریم، گاهی اوقات ما پوزیشن یک عنصر را تغییر میدیم، مثلا ریلیتیف میگیریم. دوباره وقتی که میگیم پس به حالت پیش فرض خود به حالت دیفالت برگرده، در اون حالت باز اتریبیوت پوزیشن را استفاده کرده و ولیوش استاتیک میدیم. ببینید هیچ تغییری وارد نشد در موقعیت عنصر ما، چون حالت پیش فرض یک عنصر موقعیت شما نام استاتیک پوزیشن میکنم یاد میکنم. ریلیتیف پوزیشن به طور مثال اگر ما دو پاراگراف داشته باشم به این شکل، ایره یک کلاس برش تعیین میکنیم، حال دات یک پوزیشن از ایره اگر من ریلیتیف تعریف بکنم، ریلیتیف حالا زمانی که یک پوزیشن را ما ریلیتیف تعیین میکنیم، از چهار اطراف ما میتونیم که تعیین موقعیت به این عنصر بکنیم. به طور مثال از قسمت بالا، چپ یا لفت، رایت. ای از جمله اولیهای فرعی هست که مربوط پوزیشن ریلیتیف میشه، لفت، رایت و باتم. از چهار اطراف ما میتونیم که برای یک عنصر با استفاده از ریلیتیف پوزیشن موقعیت تعیین بکنیم که قیمت های ازی اختیاری هست که ما به اندازه هر واحدی که میخواییم 20 پیکسل، 10 پیکسل، 15 پیکسل و هر واحدی که خواسته باشیم، از چهار اطراف به یک عنصر ما میتونیم فاصله تعیین بکنیم. طریق استفادهش هم مطرح است که پوزیشن ریلیتیف آل شما تعیین میکنید که وقتی که ریلیتیف پوزیشن برای این انتخاب کردین، از طرف بالا چقدر فاصله داشته باشه، از طرف پایین چقدر فاصله داشته باشه. خب بهتر است اول برش یک باردر تعیین بکنیم که بهتر براتون معلوم شه. بر خود پاراگراف ما یک باردر تعیین میکنیم، 2 پیکسل سولید. به این شکل اینی پاراگراف ما را آل پوزیشنش ما چی تعیین میکنیم؟ ریلیتیف تعیین میکنیم. حالا پوزیشن ریلیتیف از طرف بالا امی پاراگراف ما چقدر فاصله داشته باشه؟ 30 پیکسل فاصله داشته باشه. و از طرف چپ چقدر فاصله داشته باشه؟ 50 پیکسل. ببینید شما؟ خب به مو فاصله که ما تعیین کرده بودم به مو فاصل قرار گرفت. حالا به طور مثال اگر پاراگراف دو میره، ما کلاس برش تعیین میکنیم، ویدیو، و برای زی پوزیشن تعیین میکنیم ویدیو. ببینید بازم از محل قرارگیری خود، یعنی این از این ساحه به اندازه این از این ساحه تا این قسمت و از این طرف هم از جایی که قرار داشت خود پاراگراف فاصله خود را تعیین کرد. اما تو از طرف راست و چپ هم میتونیم برش تعیین بکنیم، رایت از طرف راست چقدر فاصله داشته باشه؟ به اندازه 4 ایم فاصله داشته باشه.
answer to left هست فعلا right نتیجه right را درست ندیدیم. اگر ما باکس را خورتر بسازیم میشه بهتر نتیجه شو ببینیم. خب ای از پی دو بود. آره اگر از پاراگراف اول را هم بخوایم که دات پی یک فاصله شو تعیین بکنیم، بازم برش تعیین میکنیم که پوزیشن ریلیتیف تاپ 6 پیکسل و لفت 6 پیکسل. خب به این شکل به مو اندازه یا سایزی که خواستیم از موقعیتی که عنصر قرار داشت قرار گرفت. حالا بعد از این نوع پوزیشن دیگه که هست ابسولوت پوزیشن هست که کلن با ریلیتیف پوزیشن متفاوت هست یا تفاوت داره. حالا به طور مثال اگر ما ابسولوت پوزیشن واقعیت عنصر را تعیین میکنم، چگونه یک عنصر فاصله خود را تعیین میکنه؟ به طور مثال این قسمت اگر ما دف داشته باشیم در تگ دف پاراگراف ما را تعریف بکنیم، دف بعد از اون دف بعدی و یه هم شامل یک پاراگراف باشه به این شکل. حالا در صفحه ما دو دف داریم که هر دو دف ما شامل یک یک پاراگراف میشه. حالا اگر ما پوزیشن از زیر ابسولوت تعیین میکنم در هر آن موقعیتی که خواسته باشم به هر شکلی که خواسته باشم این عنصر را میتونم که قرار بدم بدون از اینکه حال حتی حالت چند عنصر روی هم قرار بگیره، باز هم میتونم این کار را اجرا بکنم. مثلا اگر دف را آیدی تعیین بکنیم، دف اول ما آیدیش باشه دی یک و دف بعدی ما دی دو. خب در این قسمت تگ استایل آمده نشته میگنیم که هش دی یک پوزیشن ابسولوت تاپ 100 پیکسل و لفت هم 100 پیکسل. همه تو آل انصار بعدی را اگر ما خواسته باشیم دف بعدی را برش پوزیشن تعیین بکنیم 82 پوزیشن ابسولوت، آل را زیادتر می سازیم 120 پیکسل و چپ هم 130 پیکسل. خب بهتر است که باردر برش تعیین بکنیم وید بر خود دیو ما وید تعیین میکنیم ویدش 200 باشه و بکگراندش گری. اما تو دیو بعدی ما هم ویدش 200 بلو. خب زمانی که صفحه را رفرش میکنیم ببینید دو دف که شامل پاراگراف بود هر دوش پوزیشنش را ابسولوت تعیین کردیم. همچون حالتی که چندین عنصر روی هم قرار میگیره، یعنی با وجودی که در این موقعیتی که ما موقعیت از این دف دوم را تعیین کردیم دف اولی قرار داشت، باز هم دف دومی روی دف اولی قرار گرفت. همچون حالتی که چندین عنصر را روی هم قرار داده میتونیم و در هر آن نقطه‌ای که خواسته باشیم مطلقا در همان نقطه ما بتانیم یک عنصر را قرار بدیم از پوزیشن ابسولوت کار میگیریم. مثلا ما میخواییم که امیر از طرف چپ مطلقا در یک قسمت دیگه صفحه مثلا و اندازه سی ای ام از طرف چپ فاصله داشته باشه و از طرف بالا هم و اندازه چل ای ام فاصله داشته باشه، مطلقا در یک ساحه‌ای که خواستن ما میخواییم در اونجا قرار بگیره. حالا شما ببینید در همچون ساحه، حتی امیجا اگر محتوای دیگه هم وجود می داشت روی از اون محتوا قرار می گرفت که
با استفاده از ابسولوت پوزیشن شما حالت زی ایندکس را یا اتریبیوت دیگه برام زی ایندکس که هست او را هم میتونید استفاده بکنید که همه تو چندین عنصر را به مثل شکل سیل چندین تصویر را روی هم قرار بدین و همچون شکل را ایجاد بکنید. این مورد استفاده ابسولوت پوزیشن بود. فیکس پوزیشن هرگاه ما یک عنصر را هر چی که باشه پاراگراف، تصویر، لوگو، هر آن چیزی که باشه اگر ما موقعیت از رو یا پوزیشن از رو فکس تعیین میکنیم چی میشه؟ فکس پوزیشن. خب اینجا یک هیدینگ داریم، میخواییم که بالای از این هیدینگ پوزیشن فکس را تطبیق بکنیم. اول این یک باردر میدیم، باردر 2 پیکسل سلیت رد. ای یک باردر به خود داشته باشه هیدینگ ما. بعد از او ویدش باشه به اندازه 130 پیکسل. صفحه را رفرش میکنیم، میبینیم در صفحه ما یک هیدینگ داریم به این شکل. حالا زمانی که ما پوزیشن از این فکس تعیین میکنم، میگم موقعیت از این هیچ قابل تغییر نباشد، همیشه در یک حالت قرار داشته باشد، در اون حالت فکس. حالا چی وقت ما تغییرات را میبینیم؟ زمانی که اسکرول بار در صفحه ما ظاهر شود. پس بهتر است که محتوای صفحه را یک کمک زیادتر بسازیم. یکی از پاراگراف ها که اینجا هست محتوای زیر کم زیادتر می سازم. صفحه را رفرش می کنیم، می بینیم که آل محتوای صفحه ما کم زیادتر شد. حالا ببینیم هر قدر که محتویات صفحه ما زیادتر باشه و باز که حرکت اسکرول بار ما را تغییر موقعیت بدیم، تغییر موقعیت میکنه، ولی بجز عنصری که پوزیشنش فکس باشه. فکس پوزیشن همیشه به یک حالت، به یک موقعیت به هم با خود صفحه قرار میگیره و قرار می داشته باشه. این بود موارد استفاده ابسولوت پوزیشن. خدا کنه بهتر فهمیده باشین که باز هم خلاصش استاتیک، حالت پیش‌فرض موقعیت عناصر را میگه، ریلاتیو حالتی که در عموم موقعیت که عنصر قرار داره از موج فاصله چهار اطراف خود را تعیین بکنه، و ابسولوت پوزیشن مطلقاً در هر ساحه‌ای که ما خواسته باشیم یک عنصر را قرار داره میتونیم. و چیزی که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره ریلیتیف و ابسولوت پوزیشن هست که از چهار اطراف ما میتونیم فاصله را تعیین بکنیم: رایت، لفت، باتم و تاپ. موفق باشین.